ترانه روز فردوسی و به منظور پاسداشت این شاعر بزرگ، دومین جشنواره فردوسی و حماسه دوازده رخ در دهستان زیبدکان آباد برگزار شد. جنگ دوازده رخ نام یکی از جنگ‌های ایران و توران است. در شاهنامه فردوسی به طور مفصل به این جنگ حماسی که یکی از مهمترین پیروزی‌های دوره پادشاهی کیخسرو بر توران است، پرداخته شده. جنگ دوازده رخ در کوههای زیبد رخ داده و فردوسی در اشعارش 11 بار نام زیبد و 12 بار نام گناباد را به کار برده است. مراسمی با یاد فردوسی در کنار آثار به جای مانده از قلعه تاریخی روستای زیبد گناباد، مراسمی که حتی در خیر مقدم‌های معمول هم کلام فردوسی در اون جاریه. در واقع یکی از بخش‌های مهم شاهنامه جنگی هست که در زیبد رخ داده به نام دوازده رخ. امروز در روستای زیبد به همین مناسبت در آستانه بزرگداشت روز فردوسی برنامه‌ای تدارک دیده که این رخداد در رویداد فرهنگی ارزشمند رو پاس بدارن. زیبد رهیم کم مکن آمد سپاه، زیبد رهیم کم مکن آمد سپاه، در اون دشت از ایشان کبور روسیا. این باعث خوشحالی است که یکی از اسطوره‌سازی ها در منطقه ما اتفاق افتاده و در شهرستان گناباد، و این نشان از غنای فرهنگی تاریخی این منطقه رو داره. بیامد خروشان بدان دشت جنگ، به چنگم در اون گرزه کابره به کشتی گرفتن نهاندن سر. میهمانان برجسته از استان و چند کشور خارجی هم در این مراسم حضور داشتن، حضوری که میتونه در معرفی فرهنگ خراسان و توسعه گردشگری گناباد مؤثر باشه. من دوست دارم که انشاءالله در آینده مسافرانی از کشور ترکیه رو برای دیدار به این منطقه بفرستم. یادمون باشه که فرهنگ ایران مدیون فردوسی و شاهنامه فاخرش است. تو خونه‌های قدیمی معمولاً یه نسخه از شاهنامه بود. الان نمیدونم وضعیت شاهنامه تو خونه‌ها چجوریه. اگه تو خونه‌تون شاهنامه نیست، لطفاً تو این روزهایی که به نام فردوسی است، یه شاهنامه تهیه کنید تو خونه داشته باشید و البته مطالعه کنید لطفاً. سید علی صدایی.